سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر واشنگتن 9:30 دقیقه شب تهران با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در این شماره از تفسیر خبر نیز میپردازیم به آنچه که در عرصه داخلی ایران می‌گذرد و نیز در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی اما مربوط به ایران و مردم ایران، اختلافات داخلی در حکومت فقیه در ایران، آنچه که میان برادر آیت الله خامنه‌ای، محمد خامنه‌ای و رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی رد و بدل شده است و آنچه که آقای هاشمی رفسنجانی درباره فساد مالی در جمهوری اسلامی می‌گوید. راهپیمایی های کربلا به مناسبت اربعین و اوضاع در سوریه و کمرنگ شدن حمایت جمهوری اسلامی و روسیه از حکومت بشار اسد، نکته ای که برخی ناظران در غرب به آن اشاره دارند، و حک شدن هالیوود، حک به سرقت بردن فیلم جیمز باند توسط کره شمالی، پای تهران و مسکو در این سرقت اینترنتی کامپیوتری نیز به میان کشیده شده است و خبرهای دیگر. با شما هستیم در ساعت روبرو همراه با میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر در لندن آقای علیرضا نوریزاده و در واشنگتن آقای محسن سازگارا. تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده سلام به شما. درود به شما جناب جمشید چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگاره نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. آقای سازگاره سلام به شما در واشنگتن. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوریزاده سوال خیلی ساده است، مملکت ایران واقعا صاحب داره نداره؟ کی داره اداره میکنه؟ چرا وضع به اینجا رسیده؟ 4,100,000,000 دلار برداشت میشه حالا از ذخایر ارزی، اون برای شاید بشه گفت نیازمند بودن، اما آقای رفسنجانی مسئول یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه مصلحت مردم، سفره مردم ایران، میگه این فسادی که هست، فساد مالی، یه گوشه نوک کوه یخ هست از بقیه مسائل و ما به خاطر مصالح نظام اینا رو نمیگیم، مطرح نمیکنیم. آقای چالنگی عزیزم، اولا ایشون بی خود میکنه، به خاطر مصالح نظام نمیگه. اگر آقای رفسنجانی واقعا شجاعت داره، آخر عمری میخواد برای خودش خدا بیامرزی بخره، از همه بیشتر میدونه چه خبره، تمام جزئیات و ریزکاری ها رو ایشون میدونه و این رو هم میدونه وقتی آقای خامنه ای اخوی رو میفرسته تا حتی در قضایای خیلی واضح و روشنی مثل به تخت نشوندن ایشون که همه میدونن کار آقای رفسنجانی بود، بیاد تشکیک کنه و بگه این آقا از روز اول عامل امریکا بود، اینا رو هم میدونه، نشسته چی کار بکنه؟ اسفند ما خبرگان رو ترتیب بدن، مقدمات جانشینی آقای محمود هاشمی العراقی رو برای رهبری و آقای سید مجتبی رو برای ولایت عهدی درست کنن، بعدم ایشونو بندازن کنار از مجمع تشخیص مصلحت نظام، به زودی نوبت میرسه، 5 ساله تموم میشه و ایشون هم بذارن کنار، آقای ولایتی هم دارن آمادش میکنن. چی کار میخواد بکنه آقای رفسنجانی جز این که با خفت و خاری
بندازنش بیرون. پس یک ذره از شهامت مرحوم آیت الله منتظری رو داشته باشه به قیمت از دست دادن رهبری. این خیلیه، تو تاریخ کم داشتیم کسی رو این کار رو بکنه. در دو قدمی رهبری به جای اینکه سکوت کنه سه ماه، داد میزنه، فریاد میزنه، جنایات استادشو بر زبان میاره، میره اون بلاها رو هم سرش میاره. آقای رفسنجانی باید انتخاب بکنه. انسان نمیتونه در کنار اصلاح طلبان بنشینه، اونها رو امیدوار به معرکه‌ای بکنه که این معرکه باخت باخته. بران که این جماعت مسلط بر حکومت، این سپاه آلوده، لاریجانی های آلوده، محال اینا اجازه بدن که تغییر قدرت به صورت آرام انجام بگیره، نمیذارن. پس یک برانگیختگی عمومی میخواد. آقای رفسنجانی باید تکلیف خودش رو روشن کنه. کوه یخ فساد بیرونه، شما بزن کنار، بزن کلش بیاد بیرون، بزن معلوم شه این فساد در کجا ریشه داره، عامل اصلی این فساد کیه، بر زبان بیار. حالا ممکنه پسر خودت هم گرفتار بشه که شده الان چه بگی چه نگی، اما بگذار مردم بدونن آقازاده آقای محمدی گلپایگانی چی کار کرده، بگذار مردم بدونن این پیوندهایی که با دفتر هست، این پیوندها به کجا ختم میشه. اینه که به نظر من آقای هاشمی رفسنجانی به ملت ایران مدیونه. مردم یکی دو نوبت در حالی که با از ایشون دل خوشی نداشتن، صرف این که ایشون مقابل قدرت ایستاد اومدن حمایتش کردن. وظیفه هاشمی رفسنجانیه به پاس 34 سال سواری بر ملت، استفاده از قدرت، حداقل حالا که آخر عمرشون نزدیک شده، حالا من نمیدونم شاید بنده زودتر رفتم، ولی بیاد با مردم صاف و صادق باشه، بیاد پرده رو کنار بزنه. هیچ کارش هم نمیتونن بکنن، حتی اون بلایی که سر منتظری اومد نمیتونن سرش بیارن. حداکثر مثل موسوی و کروبی در حصر قرار میگیره، اونم تازه نمیتونن بکنن. برای اینکه رفسنجانی انقدر پشت پرده رو میدونه، دهان باز بکنه دود میشه ولایت فقیه میره آسمون. خب این پشت پرده های احساس داره که نوری اشاره میکنه که یکی از گردانندگان اصلی خود آقای رفسنجانی بود. علت گفتن ها همونطور هم که اشاره شد، آوردن آقای خامنه‌ای، نشوندنش بر تخت فقاهت ولایت، هر چه که هست، حتی خود آقای دفتر رفسنجانی هم اینو اشاره کرد در نامش به خامنه‌ای، محمد خامنه‌ای. خب یکی از علتهای این سکوت آیا این نیست که بخشی از این فسادی که زیر آب هست، این کوه یخ، به گروه آقای رفسنجانی برمیگرده و هر کدوم از همدیگه پرونده ای دارن و بنابراین در شهر گر حب شود که مست گیرن، در شهر هر آن که هست گیرن، این نیست؟ ممکنه. به هر صورت آقای رفسنجانی غیر از مسئله فساد باید پاسخگوی بیشترین ترورهایی که در دوره ریاست جمهوری ایشون شد هم باشه و احتمالاً خیلی مسائل دیگه، ولی ایشون به هر حال نشون داده که توی گنجه پشت سرش یک عالمه سر بریده داره که هر چمخ یه دفعه یکیشو که میاره بیرون و ارائه بکنه، لرزه به اندام آقای خامنه‌ای و صدر تا ذیل اون نظام میفته. احتمالا همینم هست که نگه میداره، بر صورت ایشونو نگه داشته. ولی بر صورت ببینید، به نظر من آقای رفسنجانی سیاستمدار زیرکیست، متاسفانه، ولی این زیرکیش حد اکثر صرف نگهداری خودش و خانوادش میشه، با وجود اینکه مردم دست کم دو بار اقبال کردن به ایشون در سالهای اخیر و خواستار این بودن که نقش تاریخی ایفا بکنه، اما ایشون پاش رو پس میکشه و سعی میکنه تمام زرنگیش معطوف به این باشه که چجوری خودش و خانوادش رو حفظ بکنه. احتمالاً از خیلی مسائلی که شما هم اشاره کردید مطرحه. به هر صورت ببینید، آینده اقتصاد کشور با توجه به قیمت نفت، با توجه به دورنمای تحریم ها، با توجه به آشفتگی بزرگی که در اقتصاد کشور به وجود اومده و باندهای نیرومند فساد
اقتصادی سیاسی آینده متاسفانه تاریکی است. سال 94 سال طوفانی خواهد بود به لحاظ اقتصادی و فکر میکنم امثال آقای رفسنجانی و دیگران انقدر باهوش هستند که این رو ببینند و بفهمند که چه موج بزرگی از تورم و توأم با رکود گسترده در راهه و چه معضلاتی داره بزرگتر از امواج قبلی میرسه. یه مقدارم ایشون به نظر میرسه این روزها این حرفا رو که میزنه سعی میکنه که خودش کناری بیسته و به اصطلاح کارت اول رو بازی بکنه. من شخصا فکر میکنم راه به جایی نمیبره و ایشون باید این رو بداند که این موج بزرگ اقتصادی و مشکلی که داره میاد بزرگتر از اون است که بتونه ایشون با این قبیل حرفهای دو پهلو و مبهم و نمیدونم انقدر کوه یخه، انقدر زیر آب، انقدرش بیرونه بتونه خودش رو کنار بکشه، صریح‌تر، وسیع‌تر و بنیادی‌تر باید صحبت بشه. بله، یعنی اشاره شما این هست که ماهی که چه از کنم، یعنی شناگره، چون این آبی طوفان یا موجی که میاد نیست. آقای نوری‌زاده، اما با این حال حالا این موضوع حیف و میل ها و آنچه که بعضی ها غارت تعبیر میکنن که تعبیر چندان دور از واقعی هم نیست، این میلیارد میلیارد دلار هایی که جابجا میشه، هر از چنگایی هم یکی معرفی میشه و بعد دیگه پیگیری نمیشه، جوری پیگیری نمیشه که وقتی ما میگیم چند برنامه میگیم دیگه تکراری میشه. ما میگیم آقا تقریبا این پرونده های چند میلیاردی چی شد؟ اینو بالاخره کی باید برسه؟ این یکی که بابا مسئول تشخیص مصلحت نظامه، اون قوه قضایی هم که خودشون لاریجانی هست و اون یکی لاریجانی هم که مجلسه که به اصطلاح قرار نماینده مردم باشه که باز خودشون گرفتار همین فساد و این صحبتان. کی باید به این داستان برسه؟ من وقتی میپرسم صاحب مملکت بالاخره کی هست؟ این میلیاردها از سفره زنان و بچه های بلوچ غارت شده، از سفره خانواده های کرد، سفره های مردم خوزستان، اصفهان، شیراز، خراسان، مردم بیکاری که روز به روز بر فقرشون افسوده میشه. بفهم آقای چالنگی، ببینید یه مقایسه که البته لایقاسه به قول معروف، اینو بکنم که روسیه دیدید همین بحران سقوط قیمت نفت و تنزل بهای روبل و غیره، چون یک قدرت مرکزی منسجمی وجود داره. آقای پوتین دیروز ظاهر شد، یه دفعه روبلی که شده بود 80 روبل یه دلار شد 60 روبل یه دلار، 20 روبل قیمت دلار تنزل کرد، به دلیل اینکه اونجا یک دستگاهی است بالاخره پاسخگوه، حالا با همه ایرادایی که به پوتین داریم، یه نظم و نسقی در کاره، یک ضابطه‌ای در کار است. در جمهوری ولایت فقیه شهر چهل علی بابا، چهل دوز بغداد و شهر هزار کلانتره. آخه شما چجوری میخواین در مملکتی که امام جمعه یالغوزآباد میاد دیگه اصلا آبادی برای رئیس جمهورش نمیذاره؟ خب چه ارزشی داره؟ یعنی چه مقامی داره آقای روحانی که یک نماینده عضو کمیسیون چیز بودجه مجلس یا کمیسیون اقتصادی که سواد دو به اضافه دو رو نداره میاد راجع به اقتصاد اظهار نظر میکنه، آقای نوبخت هم تو سر خودش میزن. خب مملکت نمیشه اداره بشه، نه با فساد مبارزه کرد. شما انگوش رو کجا بذارید؟ وقتی آقای خامنه ای میاد فاسدترین عضو سپاه رستم قاسمی رو که 2 سال وزارت نفت رو غارت کرد، مسئول بازسازی و روابط اقتصادی با عراق و سوریه میکنه، یعنی میلیاردها دلار در دستش، نفتی که بریزن اونجا، کارهایی که حالا الان باز نخست وزیر سوریه آمده ایران که نفت مجانی از ایران بگیرن. وقتی که این آدم وجود داره و آقای خامنه ای میاد به زور تو سر جهانگیری میزنه که این آقا رو مشاور عالی خودتم بکن، شما چجوری میخواید این مملکت رو نجات بدید؟ اول آقای زنگنه اومد هارت و پورت کرد فاسدا رو، یه درم ریخ بیرون، ولی صداش زدن گفتن غلط زیادی موقوف. هیچ. کجا رو شما میخواید آباد بکنید؟
امکان آباد کردن وجود نداره. به نظر من در یه شرایط عجیبی کشور ما، چون حکومت نداریم، چون نظم نداریم، زمان شاه اقلا یه محمد رضا شاهی بود که سیاست خارجی رو بلد بود، وضع اقتصادی رو بلد بود، تسهیلاتی رو بلد بود، یک مش پایوران تحصیل کرده و با دانش داشتیم که حالا اختیارات تامه نداشتن ولی به موقع اقدامات اساسی هم میکردن. امروز هر کی خودشو کت خدا میدونه. این امامان جمعه بلایی است که به جان مردم انداختن. کانونهای فساد از کوچکترین بلده یا کوچکترین شهرک و شهرستان بگیرید تا بیاید بالا، اینا حضور دارن، نماینده آقا و امام جمعه. این یه دکونه، سپاه یه دکونه، اطلاعات یه دکونه، بنیاد شهید و بنیاد جانبازان یه دکونه، بنیاد مستضعفین یه دکونه، ستاد اجرایی فرمان امام یه دکونه. خب این دکونه ها رو شما در نظر بگیرید، یه تشکیلاتی هم دارید به نام دولت. این دولت میخواد چیکار بکنه؟ پولو که باید به فرمان آقا خرج بکنه، بودجه بندی که باید به فرمان ایشان باشه، چون سهم آقای مصباح یزدی یادشون نره. اومده شکایت کرده وزیر، آقای نوبخت و وزیر دارایی میان صحبت میکنن، بعدم آقای روحانی خودش میاد حرف میزنه که بله پول رو باید در اقتصاد خرج کرد. بعدم اشاره میکنه آقای لاریجانی که آقا ما بودجه عمرانی نداریم. راست حسینی، خب بودجه مملکت کجا میره؟ من رقم زدم پولایی که به این دکانهای بی ربط میدن، بنیاد القدیر، شورای مرکزی اعلای فاطمیه، شورای سینه زنان ولایت، حالا دونه دونه شورا، دکون، دستگاه، دام جامعه المصطفى العالمیه، دانشگاه امام خمینی، همجور ردیف این دکونهای جاسوسی و مزدوری، چپ و راست بودجه مملکت رو میبلعه. وقتی یه ایرانی باید بره برای نان سنگکش عشق بریزه که دل بچه هاشو با نان سیر بکنه. خب البته این بودجه ها چندون هم به هدر نمیره. مثلا در مورد آقای مصباح یزدی، تحقیقات علمی که ایشون انجام داده، آقای نوری‌زاده عضو مجلس خبرگان، ولی در مورد طول اندازه آفتابه، دسته آفتابه چقدر بلند باشه، ایشون به نتیجه رسیده که تفکیک جنسیتی باعث پیشرفت علمی میشود. در مورد ایشون پیشرفت شده. علمی که مثلا اینجا در آمریکا هست، انگلستان شما هست، ژاپن هست، کره جنوبی، جای دیگه هست، اینه که تفکیک جنسیتی کردن دیگه. در مورد ایشون شده، چون ایشون زیاد علاقه به جنس مخالف نداره، بنابراین برای ایشون مسئله حل شد. خودشون میدونن اهل بیت، منطور یه همچین حرفی به هر حال. آقای سازگار، راجب نفت اشاره کردید، این نفت بالا پایین شدن قیمتش چه پیامدهایی داره در ایران و واقعا چه اندازه مردم ایران بهرمند بودن از درآمدهای بشکه نزدیک به 200 دلار که الان پایین اومدنش آسیب زیادی ببینه. بله، این حرف زبان مردم ماست که میگن درآمد نفت وقتی بالاست یه عده دزد میدزدن میبرن، چیزی گیر ما نمیاد، و وقتی هم پایین میاد فقر و گرفتاریش نصیب ما میشه. نفت، آقای چالنگی، جدال جدی در واقع اون پشت هست بر سر اینکه این شرکت های شیل اویل، در واقع شرکت هایی که نفت از لایه های رسوبی در میارن، رو بعضی هاشون از میدون بیرون بکنن، برای اینکه قیمت تموم شده شون کمی بالاتر از قیمت تمام شده یه شرکت های نفتی معمولیه. ولی اونها هم اعلام کردن که نفت تا بشکه 42 دلار هم برسه باز براشون صرف میکنه که استخراج کنن، و پیش بینی میشه. من دیروز با یک متخصص نفتی امریکایی صحبت میکردم، توضیحات خیلی خوبی میداد که در واقع این کمپانی های شیل اویل هم فلکسیبلن، هم میتونن بخوابونن به موقع حفر چاهای جدید رو، هم میتونن به سرعت به جریان بندازن اگر لازم باشه، و هم اینکه سرعت افزایش تولیدشون خیلی بالاست، و عددی که گفته میشه امسال، یعنی 2015، سالی که در پیشه،
4.5 میلیون بشکه نفت اضافه اینا میریزن در بازار روزانه، عدد اغراق‌آمیزی نیست. به این ترتیب نفت رو، نفت ایران الان داره بشکه 50 دلار فروش میره و خیلی تغییرات بکنه ممکنه 3-4 دلار 5 دلار پایین بالا بشه، در حالی که دولت در همین قانون بودجه که داده مجلس نفت رو بشکه 72 دلار حساب کرد. یعنی همین الان یه کسری مثلا 25% فقط تو درآمد نفت هست توی بودجه. و این بودجه آقای چالنگی، مطلبی که واقعا باید گفت این است که متاسفانه آقای روحانی و وزرای ایشون به نظر من به عنوان یه شهروند اون کشور که مصاحبه هاشون رو میخونم و ارقام رو نگاه میکنم دروغ میگن. یعنی آقای روحانی در دانشگاه تهران طعنه خیلی خوبی به سپاه میزنه، ولی از اون طرف نزدیک به 30 و چند درصد بودجه نیروهای مسلح و بیشترینش هم سپاه رو بالا میبره. یعنی و بعدم راستش رو به مردم نمیگن. از اون طرف میگن بعد صرفه جویی میکنیم، بودجه تراز، همین بودجه الان نگاه میکنین همین الان 22 هزار میلیارد تومان کسر داره، به اضافه اینکه درآمد نفتی که نوشتن باد کرده و قلابی، مالیاتی که نوشتن محقق نخواهد شد، فروش شرکت های دولتی که درآمد گذاشتن محقق نخواهد شد، و همطور که آقای نوری‌زاده اشاره کردن یک مش اره اور شمسی کوره ای که دور آقای خامنه ای و یک قرون هم بودجهشون نمیتونه کم بکنه، شما جمع که میزنین نزدیک به 1000 و خورده میلیارد تومان بودجه برای اینا هست که فقط یه عده مفکر توش نشستن و گره به کار مردم میزنن، دنبال زن مردم هم تو خیابون سرکوب کنن، دنبال بچه مردم هم دستگیر کنن، یا بلنشن برن کربلا عکس آقای خامنه ای رو توی خیابون بچسبونن، حمله کنن به بیت سید صادق شیرازی، نیروهای امنیتی عراق دخالت کنن و یک اوقات تلخی و گرفتاری هم در عراق درست کنن. از این جور بریز و بپاش هایی که یک دونش به کار کشور نمیخوره. واقعا خنده داره که در بحران رکود بزرگ اقتصادی که کشور رو گرفته تو این قانون بودجه فقط 1000 میلیارد تومان گذاشتن برای اینکه با رکود مقابله بشه. یعنی 100 برابر این هم باشه نمیتونه سرمایه گذاری بکنه که رونق ایجاد کنه. اون وقت چند برابر این مثلا فقط به نیروهای مسلح دادن که پی هر روز برن تو منطقه آشوب کنن و هر روز هم عرض شود که یه ماجرا آفریدی جدید بکنن. من به صورت فکر میکنم آقای چالنگی این ندانمکاری، این دروغ پردازی با ملت، این برنامه نداشتن برای درمان واقعی اقتصاد کشور، به خصوص این که سیاست خارجی ایران الان تابعی است از سیاست خارجی روسیه، متغیری است که به اون تابع حرکت میکنه، باید منتظر باشیم چرخش های مختلفی رو ما در منطقه ببینیم. کسری بودجه اشاره کردن 22 میلیارد تومان 22 هزار میلیارد تومان عدد شما همش یه هزار. این البته ابتدای کاره، همین رو کاغذه، بعدن که به اجرا در بیاد این بودجه قطعا بیش از نیمیش کسر میاد. 22 میلیارد ما گفتیم پول تو جیبی مصباح یزدی هم نمیشه در واقع. البته چونم بیکارم نیستن آقای سازگارات، چون نشستی سمیناری در تهران در برگزار شد تهران یا جای دیگه خبر ننوشته که در اونجا آقای خاتمی خانساری از شرکت کنندگان کشف که در بهش به زبان عربی صحبت میکنه و آقای جنتی هم که مجددن کشف کرده که این سیل و زلزله و بقیه مسائل اینا ناشی از گناه هست. یعنی مردم ایران بله ارک بم چون گناهکار بودن سیل اومد، مثلا در سوئیس و این جاهای دیگه که این همه کالباس هم میخورن از نظر آقای جنتی خوب گناه دیگه، سیلی زلزله چیزی نمیاد. آقای نوری زاده گرم ببینید، در کربلا این راه پیمایی ها چه پیامدهایی داره؟ این همه سالها هم
کربلا بوده و هم امام هشتم شیعیان بوده. این نبوده چنین چیزهایی، چنین اقداماتی در فضای منطقه این چه هدفی رو دنبال میکنه؟ خیلی ها معتقد هستن که جمهوری اسلامی دنبال برانگیختن یا راه انداختن یه جنگ شیعه و سنی هست که زیر چنین چتری مسائل خودشو پنهان کنه. عملا چنین آقای چالنگی. ببینید، و گاهی اوقات دلم بر اون امام حسین، حضرت عباس و علی اصغر علی اکبر هم میسوزه. اولا این زائران کربلا، ای کاش از مقامات جمهوری اسلامی میپرسیدن که آرامگاه یا مزار ابوبکر و عمر و عثمان فرزندان امام حسن و عمر فرزند حضرت علی و اینا کجاست؟ اینا هم تو کربلا شهید شدن، چطور سر مزار اونا نمیرن؟ اینم یه مسئله است به نظر من، یه سوال بزرگ بی پاسخ مونده. و آقای ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی در شبکه ولایتشون باید پاسخ بدن به اینا. نکته بعد اینه، این قدرت نمایی که با این بچه های کوچک توی کالسکه تو اون سرما تو خطر این بازی رو رژیم در آورد، و دیدن آقای قالیباف که یه روزی فکر میگفتن ایشون فرد متفاوت تحصیل کرده آدم حسابیه، در کنار اون مصباح یزدی، در کنار آقای محسنی اژه‌ای رئیس دوزا و جنایتکاران در صف اینا و هزاران مسئول دیگه، رفتکران شهرداری و اینا، تو این شرایط اقتصادی مملکت عرض کردم به تو نفری 300 دلار خرج اینا باشه، ببینید 1,250,000 تا چقدر ارز خارج کردن از مملکت. برای چی؟ برای اینکه برن یه نمایش بدن که ما شیعه ها اینیم، 3 میلیون شیعه، 4 میلیون اومدیم و از حج هم بیشتر میایم، اون حجی که 2 میلیون 3 میلیون مکسیموم میرن، ولی خب اونجا فکر رفاه زوار هستن، میگن عرض آجی باید روزی 3 بوت آب داشته باشه، میدن آبریزگاه داشته، اینجا وسط خیابون هر بیابون هر کسافتکاری خواستن کردن، غذاها مسمومیت های شدید، گم شدن زوار ایرانی که جلوی کنسولگری تو کربلا چه خبر بود، یک شاگرد دوچرخه سازم به عنوان سرکنسول اومده بود برای اینا حرف میزد که شما صداشو میشنیدید میدید مال یالغوزاباده. این آدما، این آدمای کاردان مملکت میخواد. و چه شد؟ درست در شرایطی که مصالحه سنی ها و شیعه ها بود، در شرایطی که کنفرانس اربیل تشکیل شده، رهبران سنی از سوی آمریکا دعوت شدن برای تشکیل گارد ملی، این نمایشی که دادن، شعارهایی که دادن علیه دولت سعودی، علیه بحرین، علیه آدمهای دیگه، علیه کردها، و کارتون آقای بارزانی رو بکشن به عنوان کافر و نوکر آمریکا، اینا چه تأثیری داشت؟ تأثیری رو نداشت. سنی ها رو بیش از بیش جدا کرد، کردها رو عصبانی کرد، به طوری که دیروز آقای بارزانی در گفتگویی که با خانم مکتبی از تلویزیون الجزیره العربیه حدث داشت اشاره کرد به اونجا، گفت این ارتش خائن مالکی، این ارتش مالکی که در برابر داعش اونجوری تسلیم شد، الان هم دنبال توطئه است برای خط انداختن بین آحاد ملت عراق. این است که میخوام بهتون بگم رژیم جمهوری اسلامی شریست که این منطقه رو با آشوب کشیده. راست میگه ولایتی، اثر آشوبشون در عراق، سوریه، لبنان و یمن هست. 4 ماه لبنانیا نمیتونن رئیس جمهوری انتخاب بکنن، سوری ها که میتونن به یه راه حل سیاسی برسن عاجزن، چون آقایون عاشق بشار اسدن، میلیاردها دلار پول ما رو دادن. تو عراق هم از اوباش اصحاب اهل حق و حزب الله و غیره حمایت میکنن. چی دیگه میخوام بگیم؟ میخوام بگم این رژیم متاسفانه بلایی که به جان ما افتاد آثارش تو منطقه هم ظاهر شده، و من بسیار متاسفم که جامعه بین‌المللی به جای تعامل درست با این رژیم مرتب داره بهش رشوه میده. آقای نوری‌زاده یک سوال به طور مختصر اگه جواب بدین. ببینید این همه آدم رفته اونجا، اگر برای گفته میشه سالیان سال چندین قرن بر منبر گفته شده که امام سوم شیعیان به خاطر عدالت و علیه ظلم به پا خواست، حرفی زده شده، اسنادم کم و بیش همین رو تایید. اگر این همه آدم عدالت خواه و مخالف ظلم رفته در کربلا و اینا در
ایران مسند کاری هم هستن، دم گاوی دستشون هست که ایران باید بهش میشد. این همه آدم شما فکر میکنی اینا به امام حسین اعتقاد دارن؟ فکر میکنی اینا اصلا نماز میخونن؟ اینا اصلا اعتقادی به خدا دارن؟ اگر فقط، حالا هیچ کی هم نمیگه، فقط به خدا اینا اعتقاد داشتن این کارا رو میکردن؟ اگر به خدا اعتقاد داشت محسنی اژه‌ای این جنایات رو میکرد و تک تکشون؟ متاسفانه آقای علوی وزیر اطلاعات رسما میاد میگه ما در بیرون آدم کشتیم. چطوری این رژیم میتونه ادعا بکنه پیرو راه حسینه؟ نه خیر، اتفاقا بیچاره یزید رو باید براش طلب مغفرت کرد که اینا روی یزید رو سفید کرده. همین تفسیر آقای سازگار شما بفرمایید. یعنی اینکه ملتی نزدیک به بیش از 500 سال هست از زمان صفوی به این ور داره برای امام حسین سینه میزنه، اکثریت شیعه ایرانی، و چون اینه که پای پیاده چون این مسیرهایی رو میره. بله، حالا به هر حال آقای چالنگی، آقای نوری‌زاده اشاره کردن که این کار بیش از هر چیزی غیر از این که میخواستن برای آقای خامنه‌ای تبلیغ کنن، و خدا میدونه هر یه دونه پوستری که از آقای خامنه‌ای اینا چاپ کردن به در و دیوار کربلا زده بودن تو خیابون و این طرف اون طرف، چقدر پای ملت ایران در اومده. چنده هزار تومن هر یه دونش با سربار و مفخورایی که توش بودن و اینا پای ملت ایران در اومده باشه. غیر از این تبلیغات و اختلاف، داخل شیعه ها هم اختلاف ایجاد کردن. یعنی به بیت العباس که مال سید صادق شیرازی است ریختن، عکسای آیت الله شیرازی رو پاره کردن که در عراق ایشون یه بخشی مقلد داشت، و این مشکل رو اونجا هم ایجاد کردن. چرا این کار؟ برای اینکه آقای شیرازی رقیبی است که جلوی آقای خامنه ای سرخم نکرده. البته آقای خمینی هم مرجع کشی رو باب کرد، ایشون اول دفعه با آقای شریعت مداری و روحانی و قومی و غیره و غیره در افتاد و اونها رو یا حذف کرد یا کشت یا خونه نشین کرد. آقای خامنه ای هم همین معامله رو با آقای منتظری و الان آقای شیرازی و غیره میکنه، برای اینکه نگرانن که این آقایون به هر حال مقلد دارن، وجوهات دریافت میکنن و نوع اسلامی رو که میگن به اسلام آقایون نمیخوره. یعنی یه قرائتی که اینها دارند هیچ قرائت دیگه‌ای رو تحمل نمی‌کنند، چه سنتی تر ازشون باشه چه مدرن تر ازشون باشه. و امام حسین هم آقای چالنگی، ابو عبدالله حسین خودش به صراحت در واقع میگه برای احیای دین جدم من قیام کردم و اگه کاری هم کردم میخواستم که ارزش‌های اسلام از بین نره. مدت هاست آقایون گذاشتن پر کلاشون این حرف ها رو. به قول جوونا این عکس آقای محسنی اژه‌ای که در کربلا بود زیرش نوشته بودن یزید به کربلا بر میگردن. من البته خندیدم، گفتم بلا نسبت یزید واقعا. و برای اینکه یه سری کارهایی که امثال این آقای محسنی اژه‌ای اینا میکنن، یزید و شمر زلجوشن هم نکردن. حضرات به هر صورت آقای چالنگی در منطقه یه استراتژی دارن که اینو یه موقعی دفتر سیاسی سپاه درآورده بود. خلاصه کارشون این است که میگن هر چه بیشتر آشفتگی درست کنی که امریکایی‌ها ناچارشن از منطقه برن، و دوم هم این که یک سری سازمان‌های دوگانه درست بکنن، سازمان‌های با دو تا فانکشن در واقع، هم در آن واحد حزب سیاسی باشن هم اسلحه دستشون باشه و سازمان تروریستی باشن. مدل ایدئالشون هم حزب الله لبنان، حالا حوثی‌ها رو در یمن، اصحاب حق و در عرشبد عراق، در افغانستان زیر چتر آقای حکمتیار و بخشی از طالبان، که اگه انتخابات پیش اومد اینا میرن تو انتخابات، اگه بردن که میرن بالا دیگه، به زور اسلحه پایین نمیان، اگرم نبردن به زور اسلحه میرن بالا و انتخابات رو به هم میزنن. اینم مدلی است که انجام میدن و بی جهت هم نیست که شما میبینید دوباره 30% بودجه امثال سپاه رو بالا بردن که برن خرج همین ماجراجویی ها، همین سازمان های ظاهرا سیاسی ولی در بطن تروریستی در منطقه بکنن، که چی بشه؟
که به قول خودشون میگن ما جبهه جنگ رو ببریم 1000 کیلومتر اون طرفتر در مرز اسرائیل که ایران مبادا بهش حمله بشه. یکی نیست بگه آخه من به عنوان یه شهروند کی گفته شما با آمریکا، با دنیا، با شرق و غرب عالم اینجور دعوا درست کنید که بعد مثلا برای اینکه بهتون حمله نشه بعد اینقدر برید هزینه و جنایت بکنید. یعنی آخه پس کی باید یه حکومت از شرایط حساس کنونی بیاد بیرون؟ زندگی مردم، یه جوون اون کشور بدونه کی کار میگیره، کی ازدواج میکنه، کی خونه میخره، آیندهش چه شکلی خواهد بود؟ دائما بحران 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 بحران، تحریم، گرفتاری و خطر جنگ، تهدید و غیره. به هر حال ظاهرا البته به نظر میرسه گفت دوز پی بازار آشفته میگرده. به نظر میرسه این آشفته بازاری هم که درست میکنن بیش از هر چیزی هم به کام یک عده دوز هم میشه. پی میگیریم تفسیر خبر رو، گفتگو میکنیم چون جمعه شبهای پیشین در لندن با آقای علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن با آقای محسن سازگارا. تا لحظاتی دیگه. آقای نوری‌زاده، به نظر میرسه که توافقهایی در جریان هست یا اوضاع داره به سمتی میره که ادامه حمایت مسکو و تهران از دمشق، حکومت بشار اسد در واقع وارد مرحله سوستری داره میشه، یا این حمایت به ناچار کمرنگتر و کمرنگتر میشه از سر ناچاری؟ تفسیر شما رو میشتمیم. ببینید نظر تا چند اندازه واقع بینانه است، تا چند اندازه نیست. بخشی از حاکمیت از جمله خود آقای رفسنجانی و حتی علی شمخانی، اینا مدت ها پیش با آقای خامنه ای گفتن ضرر حمایت از بشار رو گوشزد کردن و اینکه این آدم 200,000 نفر رو کشته، یه ملت رو آواره کرده، کشورش رو ویران کرده، زمان آن است که ما دست از حمایت او برداریم، منتها نه از حمایت نظام. فاروق شهر دوست ماست، سالها رئیس کمیسیون عالی همکاری دو کشور بوده، او رو تایید کنیم. این مسئله مورد تایید آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی و دیگر کشورهای درگیر بود، فرانسه حتی، که آقا بشار بره یه دولت ائتلافی به ریاست فاروق الشهر روی کار بود. روس‌ها امیدوار بودن بشار بتونه در جبهه ها یه تغییر اساسی بده، ولی الان به مرور میبینن هرچی ادامه پیدا میکنه داره به نفع تاعش تموم میشه. ارتش آزاد حالا در یه قسمت هایی هست، ولی اون توان و قدرت رو نداره که در برابر جبهه نصرت مورد حمایت قطر و ترکیه و همینطور داعش کاری بکنه. اینه که روس‌ها هم نگرانن، هزاران چچنی دارن در داعش می جنگن، فردا برمیگردن به در واقع چچن و داغستان و مناطق نظیر رو. این است که روسا هم به فکر افتادن، اومدن با یه عده اول اپوزیسیون داخل سوریه صحبت کردن، بعد آقای الخطیب، معاذ الخطیب که قبلا رئیس ائتلاف بود و یک چیزی بینابین اخوان المسلمین و حزبای اسلامی لیبرال هست، با ایشون وارد گفتگو شدن و طرح آتش بس در حلب رو مطرح کردن. نماینده دبیرکل سازمان ملل هم دنبال این طرح رفت و الان به نظرم به یه نقطه‌ای رسیدن که این طرح رو به عنوان یه بالون آزمایشی به اجرا بگذارن و ببینن آیا این امکان وجود داره که بدون اسم آوردن از ژنو 1 و 2 دوباره یک نشستی برگزار بشه، طرف‌های علاقمند به مسئله سوریه توش حضور داشته باشن، نمایندگان اپوزیسیون باشن، بیان از یک اپوزیسیون معتدل حمایت کنن که اینو بیارن جلو، با دولت در حال گفتگو بشه، دولت ائتلافی ایجاد کنن. اینو یه مشکل اساسی داره. مشکل اساسیش مخالفت آقای خامنه‌ای با هر راه حلیه که در اون بشار الاسد نباشه.
ایشون بارها گفته بشار مثل مشتباست، فرزند منه و اگر من از فرزندم گذاشتم از او هم میگذرم. بنابراین قضیه تبدیل شد به خواست یه نفر. خود هیئت حاکمه میدونن این حمایت غلطه، سپاه براش خوبه چون فساده، چون دزدیه توش، چون از اونجا پول گیرشون میاد، چون قدرتشون رو زیاد میکنه. بله. آقای اسماعیل قاآنی دوست داره که اونجا باشه، پاشه بره اونجا. آقای محسن چیزری، اینا معاونای آقای قاسم سلیمانی، خیلی علاقه من در این جریان ادامه پیدا کنه. ولی چون این ادامه پیدا کردن این جریان باعث ضررهای دیگری برای جمهوری اسلامی در جاهای دیگه میشه، روحانی، حاکمیت و گروه های دیگر مرتب با آقای خامنه‌ای گوشزد میکنن. به خاطر یه نفر ما نباید از مساله کلیمون چشم بپوشیم. اینه که الان این مذاکرات ادامه داره، قرار لاریجانی بره به بغداد و سوریه و لبنان و مذاکراتی هم ترکیه هم وزیر خارجه‌اش اومد ایران، آقای جبوری رئیس پارلمان عراق اومد ایران، همه اینا و نخست وزیر سوریه، همه اینا در جریانه که بله. پس به این شکل های سازگار شما تفسیرتون میشنیم، به این شکل عملا اونطور که آقای نوری‌زاده هم اشاره کرد کمرنگ داره میشه حمایت از بشار اسد به یه نحوی، دست کم یک جنایی از حکومت ایران و روسیه نیست. اما نقش آمریکا در این کمرنگ شدن تا چند اندازه هست؟ فشارهای اقتصادی روسیه و بر ایران وارد اومدن چقدر مؤثر بوده در این؟ روزنامه واشنگتن پست آقای چالنگی یک مقاله هفته گذشته نوشته و فکر کنم سه شنبه بود، به درستی سرمقاله نویس در واقع اشاره کرده بود که این داستان نفت به نفع سیاست خارجی آقای اوباما تمام شده، پایین اومدن قیمت نفت. اگرچه بعضی ها معتقدند که سازش و برنامه هم بین امریکا و عربستان بوده برای اینکه قیمت نفت رو پایین بیارد، بعضی هم معتقدند که نه، این در واقع خیلی ساده افزایش تولید جدید نفت از سوی امریکا و سیاست‌های عربستان برای مقابله با همین افزایش تولید امریکا و به هر صورت هرچی هست قیمت نفت پایین اومده و ما چون سیاست خارجیمون بخشیش حداقل بخش بزرگیش تابعی از متغیر روس هاست و باید چشممون به روس ها باشه، بنابراین باید حوادث روسیه رو هم دنبال کنیم تا بفهمیم احتمالاً در ایران چه خواهد گذشت. در روسیه های چالنگی روبل نزدیک به نیمی از قدرت خودش از دست داد، یعنی سقوط آزاد کرد پول روسیه و آقای پوتین برخلاف حکام تهران مثل آقای روحانی یا احمدی نژاد یا آقای خامنه ای که همش میگن تحریم هیچ کاری نکرده ما بهتر شدیم، در نطق دیروز خودش مصاحبه مطبوعاتی بزرگ که داشت خیلی با صراحت گفت 20% اقتصاد روسیه دست کم از این لطمه لطمه خورده و روسیه ماجرای بیش از تحریم ماجرای سقوط قیمت نفت اقتصادش رو به هم ریخته. برای اینکه شما نفت از اقتصاد روسیه بگیرید، نفت و گاز رو، اقتصاد روسیه اندازه اقتصاد کشور هلنده و کشور آسیب پذیریه. به این ترتیب روسیه به نظر میرسه متمایل شده که با کارت بشار اسد بازی بکنه، بازی که احتمالاً هم عربستان رو راضی خواهد کرد و هم امریکا رو و هم بلوک غرب رو در واقع و رضایت بده به این که مدلی که حالا آقای نوری‌زاده هم توضیح دادن اجرا بشه یا مدل‌های مشابه و در عوض فشار روی درآمد نفتیش برداشته بشه. آقای امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم رفت به مسکو و در مسکو اعلام کرد که ما از طرح روسیه پشتیبانی میکنیم. من نمیدونم واقعا در جنگل قدرت ایران آیا که آقای خامنه ای نمیتواند هم حرف آخر رو بزنه، آیا تا جایی که بشار رو معامله بکنن جدی هستن میتونن اصلا چون این تصمیم بگیرن یا نه؟ ولی به نظر میرسه که با توجه به مطالبی که این روزها مفسرین میگن و در روزنامه های غربی مینویسن جمهوری اسلامی هم آماده است این کار رو کنه. طبیعتا پاسخ شما امریکا استقبال خواهد کرد از هر مدلی که
بشار در اون کنار بره، چون به هر حال یک قدم به جلوه. آقای نوری‌زاده، ببینید در این روزهای اخیر یک رویداد دیگه هم در منطقه در همسایگی ایران افتاد، حمله طالبان به یک مدرسه در پیشاور، کشتار دانش آموزان این مدرسه. من دوست ندارم بگم دانش آموزان بیگناه، چون همه بیگناه هستن مگر اینکه ثابت بشه اصلا بیگناهیشون هم مطرحه. بگم دانش آموزان عزیز، دلبند خانواده های بسیار کشته شدن. شما یک دونه تسلیت، یک دونه محکومیت از طرف هیچ کدوم از مقامات یا نهادهای رسمی در ایران نمیبینید. این نیست وحدت اسلامی است. نمیبینید. حتی از نهادها و اشخاصی کشتن کودکان در هر جای دنیا محکومه. کاری که اسرائیلی‌ها کردن در جاهای کودکان فلسطینی کشته شد، ولی محکومه. در خود اسرائیل هم مورد انتقاد قرار گرفته و بسیاری با بهره‌مندی از دموکراسی که در اسرائیل هست، نتانیاهو رو به اصطلاح مورد انتقاد و سرزنش و هر چی که بود قرار داد. اما اینی که وزیر مهاجری یا هر کسی، کسانی از این قبیل هر روز راجع به کودکان فلسطین یا جای دیگه دل به سینه به تنور بچسبونن اما راجع به این مسئله چیزی نگن، اینو شما چطور تعبیر میکنید و تفسیر میکنید؟ نفاق، نفاق. البته خانم افخم، مرضی خانم، در جلسه هفتگیشون اشاره کردن، ولی اون تو راست میگه، چون اون طور که باید و شاید دیدیم مثلا در کشورهای دیگه از رؤسای دولت‌ها تلگراف زدن با آقای نواز شریف و به رئیس جمهوری پاکستان و تسلیت گفتن، خیلی از این کارا کردن، حداقل جمهوری اسلامی اعلام نشد، من خبرگزاریشون هم دیدم. ببینید مسئله خیلی، یعنی مقامات رسمی خانم افهم هم اشاره کردن، نه اومدن بگن آقا این کار طالبان، این کار طالبان و این کار داعش، این کار در اینجا اونجا، جبهه روشنی علیه این جریانات تندرو اینجا. آقای نوری‌زاده قطعا در لندن هم هست، اینجا این مسئله مطرح است در یک شو تلویزیونی که بحث بود، که خیلی خوب شما میگین قرائت‌های رحمانی از اسلام وجود داره، که هست حتما همچون قرائت‌هایی، چرا یک جبهه متحدی تشکیل نمیدن و بیان بگن آقا به طور مستمر این داستان رو محکوم کنن؟ شما علیه داعش، علیه طالبان، علیه القاعده سربریدن ها صدای قدرتمندی در نمیاد، این همه بوجی از بخن. بله بله، ببین استان لاره، مسئله آخونده رو که میگید فرقی نمیکنه، همشون منافقن، چپ و راست نداره، شیعه و سنی، توشون نفاق فراوونه. اما یه نکته رو من خدمتون بگم، این به نظر من خیلی ضروریه. این جنایتی که در پاکستان رخ داد، این جنایت معلول نوع نگرش و اندیشه ای است که میگه تروریست خوب داریم، تروریست بد داریم. تروریست تروریسته. این جنرال های فاسد پاکستانی که از این تروریست ها استفاده میکنن برای مقاصد خودشون، برای مواد مخدر، برای کار دیگه، طالبان خوب رو به جان مردم افغانستان میندازن، تقویت میکنن. آقای حمید گل پول براشون تهیه میکنه، اسلحه میرسونه، آقای اسلم بگ لیلی برالاشون میذاره، آقای نخست وزیر آقای شریف در پس پرده با رهبرانشون دیدار میکنه، بعد وقتی آمریکا میاد بن لادن رو میزنه عصبانی میشن، ناراحت میشن. طالبان خوب دارن میفرستن به کشمیر بره اون طرف هندی ها رو بکشه، کشمیری ها رو بزنه. این دوتا طالبان خوبن، اما این یکی طالبان که میخواد قدرت رو ازشون بگیره و سوار قدرت بشه و خلافت اسلامی رو مثل برادرای طالبان افغانستانش، مثل ملا عمر، قاضی حسین هم میخواد همون کاری رو بکنه که ملا عمر تو افغانستان میخواست بکنه و کرد تا یه حدودی. بنابراین اینا بد میشن و الا یه مدرسه ای که دانش آموزا رو از 6 سالگی 8 سالگی میگیره تربیت بکنه که اینا نیروهای زبده اسپیشل فورس، نیروهای ویژه ارتش بشن، باید اینقدر بیدر و پیکر باشه که 6 تا طالبان از دیوارش برن بالا برن تو؟ نه، به خاطر اینکه اون نظامیایی که اونجا فاسدن خودشون ارتباط دارن. پاکستان ملغمه غریبی است و این سرزمینی که زادگاه تروریسمه و این مدارسی که شاگردا رو با نفرت با کله تکون دادن رو دیوار
اینا رو داره تربیت میکنه، اینا باید برچیده بشه. اینا هم این نظام جمهوری اسلامی، روز اولی که آقای خمینی اومد ایشون صحبت از آزادی و همه این حرفا میکردن. دیدیم نتیجه کار آقای خمینی رو در ایران دیدیم. یاد هر مولایی هم داد که اگه را بیفتی عربده بکشی چهار تا سینه زن دنبالت بیای به قدرت میرسی. حالا گروگان هم... بگیرید اگر گروگان، بله گروگان الان ثمرش بوکو حرام دختر و پسر بدبخت مردم تو نیجریه برداشته برده، الان چه بساتی را انداخته. اون داعش بازار شام درست کرده، اسیر میفروشه، اسیر ایزدی. ولی خبر مژده رو بدم، امروز چقدر خوشحال شدم کردای دلاور سنجار رو آزاد کردن. خیلی خوشحال شدم. خب آقای سازگار کمتر دو دقیقه وقت داریم و این هک کردن کامپیوترهای هالیوود هست و به سرقت رفتن جیمز باند. الان صحبت این هست که این کار فقط کره شمالی تنها نیست، حتی جمهوری اسلامی روسیه به طور مشترک در این بنابر سابقه دست دارن. کمتر از دو دقیقه وقت. بله و به طور جدی هم مطرح شد و کمپانی سونی هم از پخش فیلم مصاحبه که دیکتاتور کره توش هستش انصراف داد، که خیلی هم اسباب اعتراض سینماگرا شد این عقب نشینی کمپانی سونی. من آقای چالنگی تو این فرصت کوتاه یک نکته رو فقط میخوام عرض بکنم. گفتید در ایران کسی محکوم نمیکنه. در هفته گذشته آقای موسوی بجنوردی که خیلی سعی کرد آقای خمینی رو آب بکشه از کشتار سال 67، موضوعی که خدا رحمت کنه آقای منتظری رو که سالگردش هم هست و ایشون افشا کرد اون نامه معروف رو که نشه آقای خمینی رو آب بکشن از اون کشتار، ایشون برگشت گفت اصلا بهایی ها از تحصیل که محرومن که هیچی، حق شهروندی ندارن. در واقع من عرضم این است که واقعا بینی و بین الله آقایون در ایران مثلا با بهایی ها یا با سایر اقلیت ها چه کردن که داعش مثلا با ایزدی ها نکرده؟ شاید یکی دو تا کار رو داعشی ها کردن خیلی زمخت که اینا دیگه زرنگن اون کارا نمیکنن، ولی بقیه کارهایی که آقایون فاندمنتالیست و بنیادگرای اهل تسننی مثل داعش یا طالبان میکنن، حضرات در ایران نسبت به شهروندان ایرانی بهایی و درویش و سنی و یهودی و مسیحی و زرتشتی و شیعه دگراندیش و غیره اعمال کردن، از حق حیات هم محروم کردن. بنابراین این چه کار جیمز باند داشتن والا برای اینکه اینو به نظر من در حق کره شمالی بهش سرویس دادن، برای اینکه اون فیلم راجع به دیکتاتور کره شمالی بوده و بعد که هک کردن خب اونم دزدیدن دیگه بالاخره. خب صحبت فیلم شد، آقای نوری‌زاده اینجا آمده، من در فردا در برنامه سرزمین ما در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. با تابناک آقای فرح‌بخش، حسین فرح‌بخش مصاحبه کرده و خبر داده از زمانی که رفته وزارت ارشاد آقای فخرالدین انوار از گردانندگان فرهنگی کشور، معاون سینمایی کشور، و آقای محمد بهشتی هم ردیف ایشون که من از نزدیک در جریان این مسائل بودیم اون زمان، 60 کامیون فیلم آتش زدن و میگه اینا در وزارت ارشاد آقای نوری‌زاده زندان داشتند و بردن صاحبان فیلم ها رو، فیلم های خارجی رو در اونجا شکنجه کردن، آقای به دستور آقای فخرالدین انوار از مدیران دوران طلایی امام. بله و آقای من و بهشتی... شما من و شما آقای چالنگی صحبت فیلم جیمز باند شد. بله من و شما هم کسانی رو دیدیم در رادیو راهروهای رادیو تلویزیون که هفتیر به کمر بسته بودن و باورمون نمیشه. بله. آقای عبدالله علی خانی هست، صاحب فیلم ها بودن و به هر حال خبر هست در روزنامه اون زمان ببینید آقای انوار با افتخار اعلام کرده 60 کامیون فیلم های خارجی رو به آتش کشیدن در جریان انقلاب فرهنگی. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده و سپاس از شما آقای سازگارای عزیز. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دراگ تفتان و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تا
تندرستیتون پایدار.